رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز با آموزش این حلوای بسیار لطیف و عالی، یعنی حلوای هویج، در خدمت شما دوستای عزیزم هستم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این حلوای خوشمزه، ابتدا هویج هامون رو آماده میکنیم. 400 گرم هویج داریم که پوست میگیریم و به قسمت‌های کوچکتر تقسیم میکنیم. داخل قابلمه میذاریم و خوب میشوریم و بهش 1-2 پیمانه آب اضافه میکنیم و روی حرارت ملایم اجازه میدیم تا کاملا پخته و نرم بشن. من به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کردم تا زودتر پخته بشن. بعد از این مدت که هویج‌ها کاملا پخته شدن، به کمک بلندر یا هر وسیله‌ای که در منزل دارید، هویج‌ها رو کاملا نرم و یک دست کنید. میتونید هویج‌ها رو دونه دونه از صافی هم رد کنید. اینجوری کاملا یک دست نرم میشن. این هم از هویج‌هامون که برای درست کردن این حلوای هویج آماده هست. بعد از اون میریم سراغ درست کردن شیره. 2 پیمانه شکر داریم که به همراه 1 پیمانه آب روی حرارت زیاد اجازه میدیم کاملا شکرها حل بشن. وقتی که تمام ذرات شکر حل شد و این شیره 1-2 دقیقه جوشید، در آخر نصف قاشق چایخوری هل و کمی زعفران دم شده غلیظ و 3 قاشق غذاخوری هم گلاب اضافه می‌کنیم و بعد از اینکه دوباره 1-2 دقیقه جوش خورد، حرارت رو خاموش می‌کنیم و این شیره ما آماده است. این نکته رو بگم که اضافه کردن زعفران کاملا دلبخواهی است، چون این حلوا به دلیل داشتن هویج کاملا خوش رنگ و زیبا است. اگر دوست داشتید زعفران اضافه کنید، ولی اگر دوست نداشتید میتونید حذفش کنید. حالا میریم سراغ تفت دادن آرد. 1.5 پیمانه آرد رو داخل تابه میریزیم و روی حرارت کاملا ملایم به مدت 20 دقیقه مدام و تونتون هم میزنیم تا آردها کاملا تفت بخورن و بوی خامی اونها گرفته بشن. حتما تا 20 دقیقه روی حرارت ملایم آردها رو تفت بدین تا یک حلوای بسیار خوشمزه و عالی داشته باشید. در آخر هم آردها رو بردارید، الک کنید و مجددا به تابه برگردونید. این کار برای اینکه یک حلوای نرم و لطیفی داشته باشیم ضروریه. حالا 1/3 پیمانه روغن مایه رو به همراه 20 گرم کره روی آردها می‌ریزیم و مدام و تونتون مجدداً هم می‌زنیم تا کاملاً با هم دیگه ترکیب بشن. اجازه میدیم تا 2-3 دقیقه آرد به همراه روغن تفت بخوره. حالا هویج هایی که از قبل آماده کرده بودیم رو اضافه می کنیم و مجددا هم می زنیم تا کاملا با هم دیگه ترکیب بشن. وقتی که تمامی مواد به خورده هم رفتن، در آخر شیره رو به یک باره روی مواد می ریزیم و مدام و تونتون هم می زنیم تا یک حلوای نرم و لطیف و عالی به دست بیاد. برای اینکه سرعت کارتون بیشتر بشه میتونید از همزن دستی هم استفاده کنید. چند دقیقه هم میزنید تا حلوا خودش از تابه جدا بشه. در آخر هم حلوا رو به این شکل گهواره میکنید. گهواره کردن حلوا یعنی اینکه حلوای شما بسیار عالی و فوق‌العاده شده. حالا میرسید به مرحله بسیار دوست داشتنی تزیین حلوا. مقداری حلوا رو داخل ظرف سرو می‌ریزیم و روی اون رو با کمک پشت قاشق که به داخل روغن زدیم کاملا صاف و یک دست می‌کنیم.
با کمک این شابلون که میتونید از لوازم خنادی ها تهیه کنید روی سطح حلوا رو طرح میندازیم. اگه این وسیله رو نداشتیم میتونید این کار رو انجام ندید. در آخر هم با کمک این ماسوره شکوفه که داخل قیف گذاشتم حلواها رو به این شکل تزیین کردم. میتونید با کمک این ماسوره حلوا رو به شکل‌های دیگری هم تزیین کنید. در آخر هم میتونید با کمک خلال پسته یا خلال بادام این حلوا رو خوشگل تر کنید. حلوای هویج یکی از خوشمزه ترین حلواهاست. حتما این حلوای عالی و خوشمزه رو درست کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. امیدوارم که این آموزش رو مثل بقیه آموزش ها دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب نیز فراموشتون نشه. تا آموزش بعدی خدایا رو نگهدارتون.